امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. در دوره امپراتور شروع به توقیف شمشیرها نمود. او به منگ ایزی که بهترین شمشیر ساز آن سرزمین بود دستور داد تا یک شمشیر افسانه‌ای برای او بسازد به نام شمشیر سایه‌ها. هنگامی که آهن مذاب شمشیر در قالب ریخته شد، منگیزی شمشیر نور را ساخت تا مانع از خون ریختن‌های شمشیر سایه شود. هنوز کار قالب ریزی و ساخت شمشیر نور به سرانجام نرسیده بود که خطر به دو قدمی آنجا رسید. تو برو هر وقت کار ساخت شمشیر تموم شد انتقام منو از زارمان بگی. پدر لطفاً بیای. برو. جوهان شمشیر سایه ها. داستان این فیلم از جایی آغاز می شود که یک شمشیرساز بی همتا به نام منگیزی شمشیری افسانه‌ای را تولید می کند که همه در آرزوی به دست آوردنش هستند. در این میان تمام اعضای خانواده اش را فردی خائن به نام ژاوهان که در صدد به دست آوردن شمشیر بود کشته می شوند. منگیزی با ناامیدی فراوان تنها پسرش منگیانگ را از این فاجعه بزرگ نجات می دهد. او در این مبارزه می‌میرد اما شمشیری افسانه‌ای را برای پسرش باقی می‌گذارد. با گذشت 20 سال از این واقعه ناگوار، منگ یانگ با تمرین و آموزش بسیار تبدیل به جنگجویی بی همتا می‌شود و تصمیم می‌گیرد تا انتقام پدرش را از کسانی که خانواده‌اش را به قتل رساندند را بگیرد. برای همین او به زادگاهش برمی‌گردد و با خاطرات گذشته روبرو می‌شود که اتفاقات بعدی فیلم را رقم می‌زند. این فیلم از روی رومانی به نام شمشیر سرنوشت، دومین کتاب از مجموعه داستان‌های حماسی و خیال پردازی ویچر به نویسندگی آندژی ساپکوفسکی توسط یوجی لی ساخته شده است. یوجی لی در یادداشتی نوشته که این فیلم داستان یک عشق گم شده و همچنین شمشیر افسانه‌ای را روایت می‌کند که فرصتی برای رستگاری ایجاد می‌کند. و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. Thank you.
Thank you.